بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم راجع به برنامه ارتباط MySQL با دریم ویور و ارتباط با بانک اطلاعاتی خدمتتون توضیح بدم. میام ابتدا توی آل پروگرام برنامه ونف رو اجراش میکنیم. نرم افزار ونف سرور رو وقتی اجرا کنید توی این قسمت یه آیکونی ظاهر میشه به اسم ونف سرور، روش که کلیک کنید چندین گزینه داریم. یکی از گزینه‌ها PHP My Admin هستش. PHP My Admin یک صفحه رو توی اینترنت اکسپلورر برای ما باز میکنه مربوط به اطلاعات بانک اطلاعاتیمون. اول یه بانک اطلاعاتی اینجا ایجاد میکنیم. مثلا من داخل این قسمت می‌نویسم کالا استور، میخوام اسم بانک اطلاعاتیم بشه کالا استور. تنظیمات فارسیش و اینا رو انجام میدیم، روی دکمه ساختن کلیک میکنیم. الان یک بانک اطلاعاتی به اسم کالا استور داخل این بخش برای ما ایجاد میشه. یک بار دیگه این رو من انجامش میدم، اسمش رو میذاریم کالا استور و گزینه ساختن رو میذارم. کالا استور رو که ما ایجاد کردیم، یک بانک اطلاعاتی به اسم کالا استور داخل این قسمت ایجاد شد. اینجا اسم جدولامون رو داخل استفاده کنیم. اولین جدول رو مثلا من اسمش رو میذارم کالا، تعداد فیلداش به خاطر اینکه کم باشه 3 تا در نظر میگیرم و تایید رو میزنم. اسم اولین فیلدمون رو میذاریم کالا کد، نوعش رو INT در نظر میگیریم، تکست در نظر میگیریم، طول پیش فرض یا مقدارش هم میگیرم 10. بعدی رو میذاریم اف نیم، یعنی نام کالامون، تکست، تعدادش رو هم میذاریم مثلا 20 و آخریش پرایس یا قیمت کالا. قیمت کالا رو از نوع INT در نظر میگیریم و طول مقدار هم برش در نظر نمیگیریم. این قسمت رو که وارد کردیم دکمه ذخیره رو وارد. الان ما یک بانک اطلاعاتی ساختیم به اسم کالا استور. داخل کالا استور یک جدول ساخته شد به اسم کالا، 3 تا فیلد داره، کالا کد، اف نیم و پرایس. من میخوام یک بانک اطلاعات یک جدول دیگه بسازم، بنابراین میام توی پایگاه داده اسم جدول رو میدم کاستومر، یعنی مشتری. برای مشتری هم 3 تا یا 4 تا فیلد رو در نظر میگیرم، تایید میکنم. اولین فیلدمون رو مثلا کد کاست در نظر میگیرم یا کامل بگیرم کاستومر، نوعش رو میگیرم تکست، طولش رو هم میگیرم مثلا 10. بعدی اف نیم مشتری رو در نظر میگیرم، نوعش رو میگیرم تکست و اینم 30 تا در نظر میگیرم. فامیل مشتری نوعش از نوع تکست در نظر میگیرم و طولش رو هم اینم میگیرم مثلا 30. و خاصیت بعدی یا فیلد بعدی آدرس مشتری، این رو هم از نوع تکست در نظر میگیرم، مثلا طولش رو میگیرم 50 تا کاراکتر. این رو هم ذخیره میکنم. الان من داخل این قسمت یه بانک اطلاعاتی دارم به اسم کالا استور داریم. داخل کالا استور یه دو تا تیبل داریم، تیبل کالا و تیبل کاستومر. داخل تیبل کالا 3 تا فیلد داریم، کالا کد، اف نیم و پرایس. داخل کاستومر 4 تا فیلد داریم، کد کاستومر، اف نیم، فامیل و آدرس.
اینجا من بانک اطلاعاتیم رو ایجاد کردم، بنابراین میبندم، میخوام بریم توی PHP یا دریم ویور ما ارتباط بدیم. برای ارتباط اول یک سایت باید طراحی کنیم. میام تو قسمت سایت، نیو سایت. توی نیو سایت تو سربرگردن اولیش نوشته لوکال اینفو، مثلا من اسمش رو میذارم مای استور کالا، اسم سایتم رو گذاشتم مثلا مای استور کالا. لوکال یوزر روت فولدر، فولدرش از ما میخواد که من میام توی فولدر www سلکت میکنم و ایمیجش رو هم میگه تصاویر کجا باشه، داخل www یه پوشه ای به اسم ایمیج درست میکنم، عکس ها رو میذارم داخل این پوشه ایمیج و داخل http هم local host رو دارم، local host slash اسم سایتم، اسم سایتم my store کالا هستش، این رو داخلش قرار میدم. میام سراغ ریموت اینفو مربوط به اطلاعاتم. خب داخل این قسمت من یه لوکال نتورک رو انتخاب میکنم و ریموت فولدرم رو هم میام همون فولدر www رو انتخاب میکنم. تستینگ سرور رو قسمت PHP استفاده میکنم، PHP MySQL و اکسس ما هم لوکال نتورک انتخاب میکنم. وقتی که اینا رو انتخاب کردیم خودش مسیر رو به ما نشون میده، اوکیش میکنیم. خب الان تو پنل فایلز، تو پنل فایلز مای استور کالا رو داریم، داخل مای استور کالا پوشه ها و فایل ها که هنوز فقط یه فایل ایمیج، یه پوشه ایمیج بیشتر نداریم، فایل هم هنوز داخلش نریخته. اول من میام داخل آنتایتل هم یه لینک ایجاد میکنم، مثلا می‌نویسم insert، insert یعنی درج کردن، insert of مثلا کالا، درج کردن کالا. یکم می‌نویسم insert of customer، مثلا درج customer، درج مشخصات مشتری رو داریم. اینجا مثلا میخوام برای مشاهده view of کالا اطلاعات کالا رو میخوام و یکم میذارم view of customer. میخوام زمانی که روی insert of کالا کلیک کردم بره برای درج کردن مشخصات کالا، insert of customer که کلیک کردم درج کردن مشتری، view of کالا لیست کالاها رو به من نشون بده، view of customer لیست مشتری ها رو به من نشون بده. این رو من میام ذخیرش میکنم توی همون پوشه www، اسمش رو میذارم index.html، این الان html است که من ایجاد کردم، سیوش میکنم. میام یک کد دیگه ایجاد، یه پیج دیگه ایجاد میکنم، کنترل N میزنم، منتها این سری php، اون سری از نوع html تعریف کردم، حالا php رو کرییت میکنم. من میخوام اینجا یک فرمی درست کنم که کالاهام رو وارد کنم، بنابراین میام توی insert، برای درج کردن اول یه فرم باید درست کنیم، یه فرم درست میکنم. ببینید اسم فرمم شده فرم یک. حالا داخل فرم میخوام اطلاعاتم رو وارد کنم، بنابراین میام روی بخش فرم text field، اینجا اسمش میدم، مثلا اینجا میدم کد کالا، این متغیرم هست، اینجا می‌نویسم کد، این لیبل برچسبی است که کنار میاد، میتونید فارسی بنویسید میتونید انگلیسی بنویسید، اوکیش میکنم. این مربوط به کد کالا، یه کد کالا داشتیم، یه نام کالا. میام دوباره تو insert، تو بخش فرم فرم رو میزنم، اینجا مثلا توی ببخشید توی insert بخش فرم تکست فیلد رو میزنم، تکست فیلدم رو دارم داخل این قسمت، می نویسم مثلا نیم کالا و اینجا می نویسم برچسبم رو می نویسم نیم آف کالا، یعنی اسم
کالا اوکی میکنم. الان تو قسمت دوم ایجاد شد، دوباره انتر میکنم و دوباره انسرت فرم تکست فیلد رو انتخاب میکنم. حالا قیمت کالا می نویسم پرایس کالا، مثلا اسمم پرایس کالا، این قسمت رو می نویسم پرایس. پرایس یعنی قیمت آف کالا، قیمت کالا. خب من این دو بخش رو ایجاد کردم، حالا یه دکمه میخوام، توی اینسرت میام فرمم رو ایجاد میکنم، یه دکمه ایجاد میکنم، داخل این دکمه ارسال و برچسب هم بهش نمیدم، همون سابمیت باشید برای این قسمت، اوکیش میکنم. ببینید اینجا الان سابمیت رو دارم که من وقتی روی دکمه سابمیت کلیک کنم، اینجا هم سابمیت فرم هست، این یکی تکست باکس ما هستش، اینپوت باکس، این یکی هم اینپوت باکسه و این یکی هم اینپوت باکس هستش. این مال درج کالا. میام یک این رو ذخیرش میکنم، کنترل اس، اسمش رو میذارم insert کالا نقطه php، ذخیرش کردم از نوع php، داخل همون پوشه www قرارش. خب میام سراغ یکی دیگه ایجاد میکنم به همین شکل، این سری برای مشتری میخوام. دوباره میام روی insert یک فرم ایجاد میکنم، داخل فرم چند تا text field ایجاد میکنم. text field اولین رو اسمش میذارم مثلا کد مشتری customer، اینجا هم برچسبش رو میذارم کد of customer، اوکیش میکنم. اینجا ایجاد شد، میام سراغ دوباره insert، دوباره form text field، text field بعدی رو مثلا name مشتری و label هم بزنم name of مشتری، مشتری هم که customer هستش، نام مشتری، حالا فامیل مشتری رو باید قاعدتا وارد کنم. دوباره insert form text field، اینجا می نویسم فامیل cast و لیبلش رو هم می نویسم family of customer، اوکیش میکنم. تنها چیزی که مونده آدرس مشتری هست، مجددا تو insert form text field address و اینجا می نویسم address of customer. خب من فیلدام رو وارد کردم، حالا باید یه دکمه هم وارد کنم. دوباره تو insert form یه دکمه باتم اینجا تعریف کنم، اینم دوباره اسمش رو میذارم مثلا ارسال یک، اونجا رو گذاشتم توی کالا گذاشتم ارسال، اینجا میذارم مثلا ارسال یک، اوکی رو انجام میدم. این رو هم ذخیرش میکنم به اسم insert cast نقطه php، از نوع php در نظر میگیرم. این برای به اصطلاح درج کردم. میام سراغ یک صفحه دیگه ایجاد میکنم. ببینید ما باید 4 تا صفحه داشته باشیم، 2 تا برای ورود، 2 تا برای نمایش. برای نمایش دیگه از فرم استفاده نمیکنم، از تیبل استفاده میکنم. تیبل هم 2 در 3، 2 تا سطر 3 تا ستون در نظر میگیرم. خب ستون اولی رو میگیرم کد، ستون بعدی نام، نام کالا منظورم است، و ستون بعدی پرایس رو در نظر میگیرم. این مال این قسم. میام این رو هم ذخیره میکنم، اسمش رو میذارم ویو کالا، یعنی مشاهده کالا ها. این مال این قسم.
میام یکی دیگه در نظر میگیرم، کنترل N، این رو هم از نوع PHP، یکم برای مشاهده اطلاعات مشتری. برای مشاهده میاد تو insert، تو تیبل، توی تیبل دو تا سطر مشتری 4 تا اطلاعات داشتیم، پس 4 اوکی میکنم. خب اینجا مجددا میزنم کد، نام مشتری یا نیم، فامیل، و توی این قسمت میدم مثلا آدرس. یعنی 4 تا اطلاعات وارد کردم. اینجا سیوش میکنم به اسم مثلا ویو کاستومر. ببینید الان من داخل اینجا توی پوشه www که بیام، چیزایی که من ساختم، نگاه کنید یه پوشه ایمیج که عکساش هست، یه ایندکس ساختم اون صفحه اول که میبینیم، داخل صفحه یه insert کالا گذاشتم که کالا درج کنیم، یه insert cost گذاشتم مشتری ها رو وارد کنیم، یه insert view کالا گذاشتم مشخصات مشتری ها رو ببینیم کالا ها رو، و یه view customer گذاشتم مشخصات مشتری رو ببینید. یعنی من کلا 5 تا فایل دارم، فایل اصلی 4 تا لینک دارم داخل این قسمت. خب میام سراغ اولی، ارتباط میخوام بدم. برای ارتباط این رو insert کالا رو انتخاب میکنم مثل HTML مو، لینکش رو داریم، لینک بدیم به کی؟ به insert کالا. ببینید میخوام وقتی این کلیک کرد بره صفحه insert کالا رو برای من باز کنه. insert کالا رو من درجش میکنم. برای insert of customer میام لینک میدم به insert customer. برای view of کالا لینک بهش میدم، برای view کالا، و برای view of customer هم لینک میدم برای view customer. ببینید اینا ارتباط دادم که هر کی دومش واردش بشه، که من الان اگر ذخیرش بکنم و بیام توی اینترنت اکسپلورر بنویسم local host، طبق روال قبلمون local host رو بنویسم، الان فایل ایندکس رو اول اجرا میکنه. فایل ایندکس این 4 تا بود. مثلا من روی insert of کالا که کلیک کنم فرم کالا برای من میاد، اینو مد نظر بک میزنم. مثلا روی view customer که کلیک کنم فرم مشتری برای من، چون الان اطلاعات هیچ ندادیم، ارتباطم ندادیم، چیزی رو مشاهده نمی کنم. حالا برای اینجا من ساختم، ببینید یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه ساختم، 4 تاش PHP، یکیش HTML. برای ارتباط دادن بین اینها میام از قسمت دیتابیس. تو قسمت دیتابیس خب سایتو که ما ساختیم یک داکیومنت تایپ دارید، میگید که بر چه اساسی کار میکنی. خب زبانمون زبان PHP، از PHP استفاده میکنم. خب برای اینکه ما اطلاعات رو وارد کنیم اول باید یه رکورد ست تعریف کنم، پس بنابراین میام توی اینجا اول یه کانکشن ایجاد میکنم به اضافه رو که باز کردید، MySQL کانکشن، یعنی ارتباط. ما الان میخواییم این سایتمون ارتباط بدیم با کانکشنی که با MySQL که قبلا ساخته. خب اسمش میدم، مثلا بهش میدم کانکت یک. مثلا خب کانکت یک رو که ارتباط دادم میگه MySQL سرورت کیه. خب الان دیدید که ما مینوشتیم لوکال هاست، یعنی تو سایت ساختنم از لوکال هاست. یوزر نیمی که ساختیم زاهدی بود. خب زاهدی رو با رمز 123 ساختم و دیتابیسم اینجا سلکت بکنم، دیتابیس ها رو میارید، اسمش از کالا استور. کالا استور رو که انتخاب کردم اوکیش میکنم. الان ما یک کانکشن ساختیم که داخل کانکشنمون تیبلامون هست که داخل این قسمت هست و بقیه مطالب که داخل اینجا داریم، تیبل کالا، کاستومر، اینا رو داریم. خب برای این قسمتمون تو قسمت بیندینگ ارتباط که میخوایم بدیم، اینجا یه رکورد ست باید تعریف کنیم. رکورد ست
همون کوئری تو اکسس، توی نرم افزار اکسس یه بخشی داشتیم به اسم کوئری، این همون کوئریه، یعنی تقاضا، درخواست، پرسوجو. ما اگه بخواستیم گزارش بگیریم از این استفاده می‌کردیم. خب اولی رکورد ست خودش اسمش گذاشته است یک، اسم کانکشن هم گذاشته است به اصطلاح کانکشن یک. اینجا یه کالا داریم و یه کاستومر. مثلا من میخوام کالا رو داشته باشم، این رو اوکیش میکنیم. این اولین رکورد ست همون. یه رکورد ست دیگه مثلا من تعریف میکنم، چون هم با مشتری باید ارتباط بدیم هم با کالا. یک رکورد ست دیگه میشه رکورد ست دو با کانکشن و این سری با کاستومر. ببینید من یه رکورد ست یک با کالا تعریف کردم، یه رکورد ست دو با کاستومر تعریف کردم. اوکیش میکنیم. این به این نحو این دوتا رکورد ست ها تعریف شد. حالا میام برای درج کالا. برای درج کالا میام تو قسمت سرور به اصطلاح بیهیویر، کشوشو که باز کنیم یه گزینه داریم به اسم insert record. خب الان با کدوم فرمه؟ ما فرم یک داریم، یه فرم که بیشتر نداریم. با فرم یک کانکشن اونو کانکشن یکه، ارتباط جدول اونم کالاست. اولی این بالا را اگر دقت کنید کد کالاست، درسته؟ بله، کد کالا رو من ارتباط میدم با کد کالا. بعد نام کالا رو ارتباط میدم با نام کالا. قیمت کالا رو هم ارتباط میدم با پرایس کالا. ببینید ما اینجا ارتباطا رو دادیم بر اساس نوعش، اینا هم تعریف شد. اوکی میکنم. الان داخل این قسمت من اگر بیام ذخیره کنم، اینجا رو هم ذخیره کنم، بعد برم توی به اصطلاح اینترنت اکسپلوررم بنویسیم لوکال هاست. لوکال هاست رو که نوشتم لینک اولیم insert of call هاست که بزنم اینجا میاد. مثلا کد کالای اولی رو کدش رو میدم 100، اسمش رو میدم مثلا فرض کنید که نمک، و قیمتش رو مثلا میدم 2000 یا 20000. سابمیت رو که من بزنم این کالا الان درج شده داخل جدولمون. بنابراین من میام توی این قسمت برای مشاهده توی ویو کالا پی اچ پی برای مشاهده کردن کالامون، طبق صحبت کتابتون که برای ارتباط مورده، صفحه 206 کتابتون مورده گفته است که برای استفاده از رکورد ست به منظور مشاهده میام تو قسمت بیندینگمون اینجاست. توی این قسمت ما اطلاعاتی که داریم داخلیم، این اولا من چون میخوام تکرار کنه، چون ببینید اطلاعات ممکنه بیش از یکی باشه، من اون قسمت سطری که اطلاعات میخوام داخلش وارد بشه رو انتخاب میکنم و تو این قسمت بیندینگه اینو ریپیت ریجین میکنمش. ریپیت یعنی تکرار کردن. به این قسمت ریپیت رو که بزنم میگه که رکورد رو انتخاب کنید. من اول باید اطلاعات رو واردش کنم. توی این قسمت ببینید ما اینجا
فیلدامون رو داریم. اول کد کالا رو، من این کد کالا رو درگ میکنم داخل اینجا. قسمت بیندینگ رکورست هم رو انتخاب میکنم، کالایی که داخلش داریم داخل اینجا هست. این اولی رو من روش دبل کلیک بکنم یا درگش که بکنم روی قسمت اولی، ببینید درج میکنه. اف نیم رو هم درگ میکنم دو ستون نیم، ببینید، و پرایس رو هم درگ میکنم روی ستون پرایس. پس هر که دوما رو تو قسمت بیندینگ رکورست هم رو باز کردم و اینا رو داخلش قرار دادم. برای این کار من ذخیره میکنم و میام دوباره توی اینترنت اکسپلوررم. ببینید بک میزنم، برگرده به قسمت اولی، یه جا نوشته ویو آف کالا. اینجا ببینید این نمک بود که من وارد کردم، داخل این قسمت مشاهده شد. حالا من یه کالای دیگه هم وارد میکنم، میام اینسرت کالا، مثلا کالای 101. کالای 101 رو مثلا می نویسم پنیر. پنیر رو می نویسم داخل این قسمت، مثلا یه مبلغی براش می نویسم، سابمیت میکنم، این ارسال شد. پس که برگردم الان بیام روی ویو کالا، روی ویو کالا که بکنید، ببینید فقط اولی رو نشون داد. برای اینکه بقیه رو هم نشون بده من برمیگردم توی دریم ویور، رکورد ستت رو انتخاب میکنی، یعنی این رکورده رو، این رکورده رو کامل سطرت رو انتخاب میکنی. ببینید سطر رو من انتخاب کردم، تو قسمت سروره به اضافش رو باز میکنم، ریپیت ریجین رو انتخاب میکنم. ریپیت یعنی تکرار کردن، یعنی اگر بیش از یکی بود تکرار کن. میگه تا حد اکثر چند تا، مثلا من میگم آل رکورد، این بینید گفته تا 10 تا رو نشون بده، این میگه نه همه رو نشون بده. اوکی میکنم، دوباره سیوش میکنم، دوباره برمیگردم تو اینترنت اکسپلورر. ببینید اینجا تو اینترنت اکسپلورر من رفرش که بکنم، هر دوتا رو، هم پنیر رو هم نمک رو به من نشون میده داخل این قسمت. من الان بیام برگردم قسمت اولی، insert of کالا، اینجا یه رکورد بزنم، مثلا 103. اینجا مثلا می نویسم ماست، به فرض مثال مثلا قیمت بهش میدم، فرض کنید که این مبلغ، سابمیت میزنم. ببینید این الان رفت تو بانک اطلاعاتم خوابید. برکه میگردم داخل این قسمت، ویو کالا رو که بزنم، ببینید لیست کالا رو به من نشون داد. حالا من میخوام برای مشتری هم همین کار رو بکنم. من الان برای کالا کارش رو انجام دادم، میخوام بیام سراغ مشتری. مشتری کجا بود؟ اینجا. خب اینجا باید دوباره یک رکورد ست تعریف کنیم. بنابراین میام توی بانک اطلاعاتیمون، کانکشنه که ساختیم، تو قسمت بیندینگ کشو رو باز میکنم، یه رکورد ست دیگه. ببینید این الان یه رکورد سته، مثلا من میگم که داخل این قسمت رکورد ست 2 کانکشن 1 باشه. میام اسمش رو میذارم کاستومر. خب همه اطلاعات رو داشته باشیم داخل این قسمت. ببینید این الان میاره اف نیم و فلان و بیسار. الان میام تو قسمت سرورم، سرور بیهیور که شروع باز میکنم، دوباره یه گزینه داریم insert record. insert record که میزنی فرم، این الان دوباره فرم چنده مشتریم، فرم چنده، من اینا قبلش ببینم فرم چنده. این باز فرم 1 هستش. خب توی این فرم 1 از کانکشن 1 استفاده کنید، اسمش رو میذارید کاستومر. خب یکی یکی، اول کد مشتریمو، اینجا کد مشتری، اینجا نام مشتری، فامیل مشتری، یکی یکی اینا رو وارد میکنید.
و آدرس مشتری رو ما وارد میکنیم. پس هر کدوم از اینا اسم و کد و مشتری رو ارتباط دادیم با متغیراش، اوکی میکنم. این مال ارتباط. اما برای قسمت ویو کاستومر، ویو کاستومر میام تو قسمت بیندینگ، رکورد ستم رو فعال میکنم، ببینید این اطلاعاتی است که داخلش هست. تو قسمت لوکال هاست
کاستومر رو که بزنم، ببینید این محمد محمدی رو انجام ندید، میام تو insert کاستومر 1002 به فرض مثال و اینجا name of customer اسمش میدیم، آدرسش میدیم، هر کدوم رو سابمیت میکنیم. باز محمد محمدی رو با ما نشون ذخیره نکردیم، اینجا ذخیرش باید بکنیم، یه کنترل اسم بزنم که ذخیره بشه. ببینید شد، نه هنوز نشده، اینو من یه ببینید الان ما مبارکه با اون یکی هم که علکی نوشتم همه رو وارد کرد. این پس شما، من یک تیبل ساختم و داخلش درج کردم و مشاهده کردم، یعنی درج و مشاهده رو داخلش داریم. شما حذف و جستجو رو هم باید در کنار این انجام